أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى على محمد وآل محمد. خب در ادامه بحثی رو که دیروز عرض کردیم راجع به اهمیت و ضرورت انتخاب مرجع تقلید اعلم که این یکی از قیدهای خیلی مهم و اساسی ما هست که باید دنبال اعلم باشیم که انشاءالله مباحثی را خدمت به عرض می رسانیم. فرمودن که مسائلی را که انسان به اون مبتلا هست، مثل نماز، مثل روزه، مثل کیفیت نماز، مثلا شک بین 2 و 3، 2 و 3 و 4، این چیزها واجب است که انسان بیاموزد. دیگه نمیشه یک وقت شک میکنه که نماز من 3 رکعت خوانم یا 4 رکعت، بگه خب پس ایره نمیخوانیم دیگه میخوانیم. نماز نمیتونه انسان ترک بکنه به طور عمد. یا 2، 3، 4 از چی هست؟ خب اینها را که اجمالی انسان باید بداند. و فرمودن که عمل کسی که مجتهد نیست و مقلد نیست و احتیاط لازم را هم انجام نمیدهد باطل است، مگر این که احراز بشه که این اعمال را که انجام میده، این نماز را که میخوانه، موافق با فتوای مجتهد اعلم هست. که ما این را تاکید را چند بار عرض میکنیم و هیچ به اصطلاح کدام دلیلی کدام بحثی هم روی اون نداریم، جز این که میخواهیم مؤمنینی که میخواهند اعمالشان را انجام بدهند انشاءالله این اعمالشان درست باشد، خدای نخواسته نشود که این عملها را انجام بدهد و یک وقت ناقص باشد و موافق به عمل مجتهد اعلم و دستور مجتهد اعلم نباشد. خب چون ما در دهه کرامت هستیم، در آستانه میلاد کریم اهل بیت آقا امام رضا علیه السلام، این مباحث را خدمت شما در این چند روز عرض کردیم و عرض میکنیم. واقعا این کریم بودن و بزرگوار بودن یک موهبت الهی است که خیلی ها از اون برخوردار نیست و اهل بیت عصمت و طهارت مصداق کامل و تام صفات خوب و از جمله کرامت هست، چنانچه ما میخوانیم و اصول الکرم، اینها ریشه ها، اصول یعنی ریشه، اصل میگیم، اصول جمع اصل است. شما اهل بیت ریشه های کرامت هستید، ریشه های بزرگواری هستید، اصل کرامت که هست از شما جوان زده. در قرآن هم میخوانیم اقرا و ربک الاکرم، بخوان قرآن را که پروردگار تو را کریم قرار داده، ربک الاکرم، پروردگار کریم ترین کریم هاست به اصطلاح. و در مقابلش گفتیم لعیم هست، واجه کریم در ضدش لعیم هست. لعیم یعنی پست، همون چیزهایی که کریم دارد ضدش اگر انسان پیدا کرد اون میشه لعیم. و خداوند هم میخواهد که همه انسانها کریم باشه. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسانها را بزرگ آفریدیم، کرامت به اونها عطا فرمودیم. اینی که خودش میاد پست میکنه، خدا تو خودش هسته، یعنی به طور اوتومات خداوند همه من را با صفت کرامت و کریم بودن که این روزها با این همه مشکلاتی که در کشورهای اسلامی مخصوصا کشور ما افغانستان هست، این واژه خیلی مصداق پیدا میکنه و هر چقدر ما بحث کنیم روی این و هر چقدر تشویق بشیم که به این کرامت برسیم بازم کم هست. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند در این حدیث اما الکرمو فالتبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال، کرامت این است که تا جایی میتونی مشکل مردم را رفع کنی. نگی که حالا ما 100 دلار، بعضی‌ها را که میگن ما مثلا 50 دلار دبیت کردیت کردیم در فلان مؤسسه. خب چند هزار دلار درآمد داری؟ 10,000 دلار. خب این که کرامت نیست، او از سر خود پس کردن است. این مثلا یک قسم
عذاب وجدان خود برطرف کردن است که من 50 دلار مثلا در یک مؤسسه دارم که از او دیبت کردیت هم کردیم که هیچ نبینم به اسلام از او حساب من کم شد، یا 50 دلار دیگر هم من به یک مؤسسه دیگر. نه، این نیست. این کرامت این است که بزرگواری و گذشت انسان از خودش نشان بده. و پیش از اینه که کسی از شما درخواست بکند، قبل از سوال اعطا، قبل از سوال، قبل از اینه که از شما کسی درخواست بکند، اگر شما بخشیدی، شما دنبال اون رفتید، این میشه کریم، این میشه آدم بزرگوار. که خیلی ها اینطوری بودن، مثلا علما و بزرگان سیرشان همین بود که اینها یک تعداد افراد داشتن که دنبال فقرا میگشتن، دنبال فقرای واقعی. بعضی از فقیر نیست، عادتش همین است. در افغانستان تا جایی بود به حساب دست خود پیشکست دراز میکرد، میدیدی که یک وقت خبر میشدی که این صاحب چند تا خانه است، همین دست کسی که میای به این گدایی میکنه صاحب چند تا خانه است. اینطوری رو شاید شما بشنیدید، دیدین مثلا در ایران هم اینطوری است که یکی از همینا در خاندان خیلی ثروتمندی بود، این فرزندانش به اصطلاح گفته بود که ما این پدر خود را به زور از بالا شهر تهران، یعنی خانه های چند میلیون دلاری، از اونجا این تیکسی میگرفت، در مترو سوار میشد، میامد در این پایین شهر، لباسای کونه میپوشید، گدایی میکرد، هیچ احتیاج هم نداشت. چندین بار این پدر خود به حساب بزور اینا میگرفتن، در موتر منداختن، پس میبردن در بالا شهر، خانه، زندگی، تمام چیز. میگفت نه، من اصلا دق میارم اینطوری که گدایی نکنم، دق میارم. خب اینطوری افراد هست عادتش. اما کریم او است که دنبال فقرای واقعی بگرده، که خودش دنبال باشه که واقعا اینا کی هست که حالا عرض میکنیم. امام صادق علیه السلام این داستان معلا ابن خنیس، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، میفرماید. خب داستانش اینطوری هست که میگه یک وقت من نگاه کردم کوچه را، دیدم که یک فردی در نصف شب راه میگرده. گفتم که کی هست این نصف شب، چی کار است؟ یک چیز سنگین هم پشت سرش هست. یک وقت گفتم این دزد نباشه، آمده اموال همسایه‌ها را دزدی کرده مثلا پیش خود، بریم دنبال از این. رفتم دنبالش، دیدم که یک قسمتی که این از پشتش تعقیب میکردم که کجا میره، دیدم که همین کیسه و خورجین باز شده، یک مقدار نانها افتاد جلو، دیدم که امام صادق علیه السلام دعای میکنم خدایا اون چیزهایی که از ما افتاده اینا رو بر من برگردان، همینطور یک دعای به این مضمون. دیدم صدای امام صادق علیه السلام هست. خب بایش آمدم این کیسه ها رو به حساب این نانها رو جمع کردیم، گذاشتیم در کیسه، و کیسه هم خیلی سنگین. عرض کردم که کجا میرید یا ابن رسول الله؟ گفت من در محله دله بنی ساعده، در یک جای، یک منطقه به اصطلاح ما پایین شهر، اینجا میرم. خب گفتم من میتونم با شما همراه شم؟ گفت بیا. رفتیم دیدیم یک محله فقیر نشین است که ما خود ما رفته بودیم سال 2010، این دوستان اینا رو هم میدیدیم به حساب در او پایان شهره. بله؟ در مدینه بوده در او زمان، الان که نیست دیگه، این در مدینه بوده. حالا در هندوستان همینطوری هست دیگه، در پایین شهرش که بری فقرا در روی کوچه خوابیده، همونجا به اصطلاح، یعنی ما در یک محله یک چند وقت به حساب مسافرخانه نشسته بودیم، اصلا شب میرفتیم بعد از نان دل آدم از زندگی سیاه میشد، یعنی تمام پیاده روا و سرک ها کل شمی آدم ها به حساب خوابیده با بچه و با اشتوک و باز. خب اینطور یک محله در اون زمان بود، حالا که دیگه نفت دارن و تیل دارن، و گرچه شیعیان الان هم فقیر هستند در عربستان هم با این همه نفت. خب اون وقت همینطوری میخوابیدن در کوچه ها. آقای امام صادق علیه السلام یکی یکی سر هر همین فقیر یک تا دو تا نان میگذاشت، بدون از اینکه یکی از اینها بیدار باشه. بعد معلا ابن خنیس میگه عرض کردم یا ابن رسول الله اینها از موالیان شماست، از شیعیان شماست؟ فرمودن نه، اینها هیچ کدامشان به امامت ما اعتقاد ندارن، و اگر می داشتن ما بیشتر از این وظیفه داشتیم رسیدگی بکنیم. حالا که اینا اعتقاد نداره، باز هم نباید شکمهای اینها گرسنه بماند، این کرامت است. اونایی درخواست نکردن، همه خواب امام صادق علیه السلام دنبال اینها می رفت.
یا امام رضا علیه السلام، یک شاعر آمد خدمت امام رضا علیه السلام چند بیت شعر خوان، شعرهای خیلی خوبی که الانم هست موجود در وصف اهل بیت عصمت و طهارت. آقا روی مرکبی سوار بودن، یک دفعه از همونجا 300 درهم به این شاعر داد. خب بعد از مرکبش هم پیاده شد، ظاهرا اشتری بوده شتری بوده، اینم گفت اینم مال تو. این شاعر گفت من به این چیزها شعر نگفتم. گفت بله، ولی اینه که ما باید کرم خود را نشان بدهیم. تو پیاده هستی، ما سواره، این پول را هم بگیر و این شتر را هم یا این مرکب را بگیر. که همین را با این آیه قرآن کریم به اصطلاح ربط بدیم و انشاءالله کم کم بحث را جمع بکنیم. در سوره معارج می فرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. سوره معارج آیه چند است؟ 19 الی 21. خداوند می فرماید انسان را طور خلق شده که اینا حریص هستن، هر چقدر داشته باشد بازم میگه برمه بشه. خب چقدر؟ حالا به حساب 20 سال دیگه عمر میکنی، خب این 20 سال که هر شب به اصطلاح گفته یگان تا قرمه چلا هم بزنی بازم بست است. فهمی پول باز چرا اینقدر حریص؟ خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا، یک کم یک مشکل پیدا بکنه سر و صداش بلند میشه. هیچی، یعنی خیلی ها اینطوری هست، تا وقتی که مشکل پیدا نکنه نه دعای توسل، نه دعای کمیل، نه مسجد است، نه محراب است، نه کربلا است، نه حج است، هیچ چیز. اما یک مقداری که مشکل پیدا کرد تمام این میه. خب چرا اینطوری انسان باشه؟ چرا پیش از پیش به اصطلاح این را پیشگیری نکنه؟ حتی در حساب دینی هم میگن، در حساب دنیایی هم میگن، میگه پیش از این که مریض شوی پیشگیری بکن. خب پیش از این که به این دعاها واقعا محتاج شوی پیش از او به دعا بکن. حالا یک داستانی هم اینجا در ذهن ما آمد که یکی از علما میفرمودن که یک کسی به بعضی از دعاهای مفاتیح الجنان اشکال میگرفت که این دعا وارد نشده، این دعای تو است، این دعا اشکال داره، این متنش تو رسیده، مثل بعضی ها که هستن دیگه. خب بعضی از زیارت ها عالم حساب که این زیارت وارد نشده، سندش درست نیست، اینی قسمتش اشکال داره، این قسمتش. میگه یه استاد ما میگفت که یک روز من رفتم همینطور دیدم که همین آقا یک طرف ناراحت است و میره. گفتیم چی شده؟ گفت که یکی از دوستان ما فلانی مرض سرطان گرفته و ما یک جلسه این زیارت را گرفتیم که خود از او به حساب دائما اشکال میکرد که زیارت صحیح نیست. گفتم تو که به حساب برای اشکال داشتی، میگفتی سندش درست نیست، متنش درست نیست، دیگه نیست. گفت نه، تجربه شده، تجربه شده، مجرب است، خیلی ها شفا پیدا کرده، حالا ما میریم این زیارت را میخوانیم. خیلی ها تا بر خودش نرسه او کل چیز اشکال داره، وقتی به خودش رسید این اشکال رفع میشه. از اینا خیلی داریم که اذا مسه الخیر منوعا، اگر یک چیزی هم که بر اینها بتیم دیگه اینها منع میکنن، میگه بر ما که رسید دیگه بس است، دیگه همین بر ما باشه. لذاست که سیره انبیا، سیره اولیا و ائمه معصومین علیهم السلام همین بوده که اینها انسانهای کریم بودند، انسانهای بزرگوار بودند، که داستانها خیلی زیاد هست که من زیاد مصدی اوقات شما نمیشوم. امام صادق علیه السلام فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منه، کسی که صبح بکنه و اهتمامی به فکر مسلمین نباشد که چی میشه، بگه خب الحمدلله ما خانی ما که درست است، موتر هم هست، سنتر لینک ما هم وصل است، کل چیز ما هست، دیگه ما چی کنیم پشت مردم دیگه بگردیم. آقای امام صادق علیه السلام فرمود این فرد جز مسلمانان ندانه که فقط به فکر خودش خانوادهش ایناست، فلیس منهم، اینا اصلا مسلمان نیست. و من سمع رجلا ینادی للمسلمین فلم یجبه فلیس المسلم، اگر دیدی یک سر و صدای بلند هست، یک دفعه فقیر است، بیچاره است،
مشکل داره و هیچی این ندایش را نشنوه و هیچ جواب ندهد، کاری نکند، اینم مسلمان نیست. واقعا انسان باید خودش دنبال این افراد باشه، بگردد. که ما بعضی وقتا این مطالب را عرض میکنیم، این داستانها را عرض میکنیم، به این خاطر نیست که به اصطلاح ما از کسی پول بخواییم. یعنی ما میگیم مثل این افراد ده ها تاست، مثل این افراد صد ها تاست، یعنی نمونه ها را عرض میکنیم. همین دیروز ما از مکتب بچه ها که برمیگشتیم، خب ما یک چند تا تلفن کردیم، همیشه ما ایران و افغانستان اینا تلفن میکنیم از احوال کسایی خب. یک سید بنده خدا، خب اینطوری افراد زیاد است، افراد محترم، با ما صحبت کرد، گفت من چندین وقت است که میخوایم بر تو تلفن بزنم، رویم نمیشه. گفت هر دفعه اینه، گفت باور کنم یک ده بار تلفن گرفتیم، شماره تا چی کردیم که اوکی کنم، بازم قطع کردیم. پس به خاطر چی؟ گفتم چطور است حال امت؟ گفتم حال چطور است اینا، مریض بوده. گفت که ما مریض هستیم، کارت هم نداره در قم، کارت شناسایی. خب بعضی چیزها را آدم نمیتونه در پشت اینترنت چی چیزها بگه، واقعا در داور است که در یک کشور اسلامی توری. گفت فشار خون مرا نمیبینن، میگن که تو کارت ملی نداری، کارت شناسایی نداری، تو پروندام بر تو تشکیل داده میشم. گفت فهم فشار خون مرا نمیبینن. خب افغانی ببندی خدا. گفت ما مثلا میگیم که خب بالاخره این طرف اون طرف بدم. آخر یک دکتر پیدا شده، گفته حالا فعلا همین فشار خون تا من میبینم. گفت من بعض وقتا شبها از خواب نمیرم، شبها از ترس خواب نمیرم، چون میگم که بایستا هم خواب برم و بیدار نشم، از بس فشار خون ما بالاست. هر دوام که میخوریم چی ها میکنیم چی نمیشه. منظور است که اینطوری مسلمان ها در مضیقه هستن، اینطور در مشکلات هستن، خانواده های محترم هستن به اصطلاح، که ما باید دنبال این افراد باشیم، این افراد را به اصطلاح حمایت بکنیم. خدای نخواسته یک وقتی از ما سوال نشه، خداوند انشاءالله این توفیقات را به ما عنایت بگرداند و این کرامت اهل بیت عصمت و طهارت که کریم اهل بیت آقای امام رضا علیه السلام هست، ذره ای از اون را بر ما هم عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.